حدود 3 ماه پیش در گزارشی به موضوع قاچاق محصولات نساجی به کشور پرداختیم. پاکستان که الان شاید بگم 60-70% بازار تهران تقریبا با جنس‌های بی‌کیفیت خودش قبضه کرده. یا باید از گمرکات وارد شه یا باید از مناطق آزاد. در این مدت هم خبری از مبارزه با این قاچاق گسترده صورت نگرفته. چون گیر پولیش ما سیر مسیرشیم چون باید خریدیم. نه میاد مشکل این نیست. 3000 تا. قاچاق راحت نه، این همه جنس بود. این بار به سراغ تولید رفتم تا خبری از وضعیت تولید کنندگان این بخش بگیرم. مشکل اساسی ما الان مواد اولیه است. متاسفانه الان شما از 3-4 ماه پیش تا الان الیاف پلی‌استر 25% قیمتش رفته بالا، در صورتی که نخ اسپان پلی‌استر 2 برابر شده و به 2 برابر نمی‌فروشن کارخونه ها. مواد اولیه این کارخانجات پارچه هایی است که در نقاط مختلفی کشور از جمله کرمانشاه و اصفهان تولید می شود. آقای شهریاری مدیر یکی از همین واحدها در کرمانشاه است. کارخانه های ریسندگی از دوستان با هم صحبت می کردیم اصرار می کنند به اندازه کافی پتروشیمی ها به اندازه نیازشون چیپس در اختیارشون نمی زارن و با کم بوده مواد اولیه اونا هم روبرو هستن. چیپس یعنی چی؟ چیپس اون ماده اولیه ای که باهاش الیاف پلی‌استر رو تولید میکنن که تبدیل به نخ میشه. بله. پس با این حساب باید سراغ واحدهای تولید نخ رو گرفت. باید به اصفهان برویم، یکی از بزرگترین کارخانجات تولید نخ در کشور. در این کارخانه که سابقه 10 ساله داره 50 نفر کار میکنن. کارشون هم تولید نخ برای کارخانجات پارچه بافیه. در حال حاضر یکی از مشکلات خود تأمین از واحدهای پتروشیمیه. منتها اتفاقاتی که پشت پرده میفته باعث شده توی چند ماه گذشته رقابت 60% توی خرید مواد اولیه اتفاق بیفته و اصلا تقریبا میشه گفت تولید دیگه از توجیه در اومده. اینجا هم داستان کمبود مواد اولیه است. مواد اولیه یا همون مواد پتروشیمی که در همین کشور تولید میشه اما چرا به دست تولید کننده نمیرسه؟ تمام واحدهای نساجی ما الان داره تعطیل میشه به خاطر عدم دسترسی به تندگویان و اینکه تندگویان یه دلال بازی در بورس ایجاد کرده. برای پیدا کردن سرنخ این چالش باید راهی جنوب کشور بشم. اقامت خوش دادن احواز برای شما. اینجا مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان در ماهشهر که گفته می شود بزرگترین در خاورمیانه است. اینجا مشتقات نفتی بعد از طی فرایندی تبدیل به چیپس های پلی استر می شوند، یعنی مواد اولیه تولید نفت. تنها تولید کننده گرید تکستایل در کشور و خاورمیانه ما هستیم و تمام که شرکت های داخلی دارن این محصول رو از ما تأمین می کنن و ما به همه ما کلن آمادگی داریم که نیاز کل بازار داخل رو تأمین بکنیم. در این واحد تولید با تمام توان و به حد کافی در حال انجام است. ما الان بر اساس آماری که داریم تقریبا بیش از 7% میزان کف ارزی که به ما اعلام شده بود طی سال 99 تا الان تا پایان آذر ماه ما 7% بیش از کف ارزه ارزه داشتیم. محصولاتی که تقریبا در تمام کشور توزیع می شود. یزد و اصفهان و مشهد می رفت، بیرجن رفتم، همه جا ایران رفتم. با این اوضاع و احوال تولید پس چرا مواد اولیه به دست تولید کننده نخ، پارچه و در نهایت به کارخانجات تولید شال و روسری نمی رسد؟ این که این محصول از طریق بورس توزیع می شه و آیا به طور مناسب به دست مصرف کننده واقعی میرسه یا نه، این یه سوالیه که برای ما هم وجود داره. آیا اون کسی که میاد توی بورس کالای ایران این خرید رو انجام میده یک تولید کننده پایین دستی واقعی هست یا میره کار بازرگانی و صادرات این کالا رو انجام میده؟ پتروشیمی شهید تندگویان صادر میکنه محصولاتشو. اینو شما چقدر تایید میکنید؟ اصلا هست وجود داره؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره. آمار ارقام وجود داره، ما صادراتی نداشتیم. ناچار به سراغ وزارت صنعت رفتم، دفتر صنایع نساجی و پوشاک.
شاید اینجا اطلاعات بیشتری به دست بیارم. حالا اینکه گفتن که ما هر چی میخوان تولید میکنیم، هر چی میخوان بهشون میدیم، صادر نمیکنیم، اگه اینطوری باشه که خیلی عالیه. ما واقعا دستشون هم میبوسیم، دستشون درد نکنه اگه اینطوری، ولی واقعا این چنین نیست. از خود بانک مرکزی هم تقاضا دارم و وزارت نفت که حالا بحث تعهد ارزی، وقتی واحدهای ما نیاز دارن به این مواد اولیه، چرا باید صادر بشه؟ مشکل ما اینه که صنایع بالادستی خودشون شدن کاسب، در حالی که اونا باید ملی فکر کنن. نتیجه همه اینا هماهنگی ها و سوء استفاده ها در دو جا بیش از جاهای دیگر نمایان می شود. اول اینجا در کف کارخانه. متاسفانه این بی‌انصافی الان شکل گرفته و واقعا هیچ نظارتی الان نیست. و بعد هم در بازار، وقتی کالای قاچاق با فرش قرمز بی تدبیری ها جایگزین تولید داخلی می شود. تولید داخلی که انگار برخی از دست‌اندرکاران دوست ندارند در بازار جایگاهی داشته باشد. طه حاجی رضایی، خبرگزاری صدا و سیما.